یادت نره هوری، اصلا آماده نبود که بخواد به این سرعت مسئولیت یه ازدواج یه خانواده رو قبول کنه. تو مجبورش کردی، تو اصرار کردی، من که فکر میکنم از این فرصت استفاده و فرار کرد. کجا رفته بودی؟ من دیگه تحت کنترل شما نیست، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی منم دیگه هر جا دلم بخواد، هر وقت دلم بخواد پا میشم و میرم، فهمیدی؟ ما قرار ازدواجت با شاهمیر رو گذاشتیم. فقط یه جسم از هم مونده، اگه خواستی به هر روشی منو مجبورم کنی، اون جسمم خودم خلاصش کنم. جمال کجاست؟ اون که همین دیروز از اینجا را. یعنی هنوز بر نگشتی؟ کسی که از خونه میره مگه بر میگرده؟ بعدش هم دیروز جلوی خودش خونه رو به یکی دیگه اجاره داده. آره، اگه روستام نرفته بازم اینجا نمیاد. بودو پسر، برای چی وایستادی؟ کارتو بکن. زود باش، دهه الان وقت آوردنشه. شرایطش وخیمه. کی همراهش اومده؟ دکتر، کسی رو نداره. دیروز مردم به اورژانس زنگ زدن و آوردنش. تو جیبش آدرسی چیزی نبود؟ نه دکتر. یه جیب بره نامرد جیبای این پسر رو خالی کرده. به حال این بیچاره هم رحم نکرده. یه کاریش میکنیم. فعلا نوروبیانش رو تزریق کن. بله دکتر. ببخشید. زن داداش. بله. شما این؟ مگه نرفتین؟ یعنی چی؟ شما جمالو ندیدی؟ آخرین بار با خودتون دیدمش. همه چی خوبه؟ نه، اون گوشیش خاموشه، خونش هم که نیست. خونه رو که همون روز تحویل داد. میخواستین بعد عقد بریم راهن دیگه. آره میخواستیم بریم، ولی باشه، هیچی، اینجا فامیل دیگه ای داره که بتونه پیششون رفته باشه؟ فامیلش نیستن، بچه های روستاشونن، تو بنارس میشینن. باشه خوبه، فقط آدرسشونو به هم بدین لطفا، من خیلی براش نگرانم. درست نیست شما تنها برین اونجا، منم باهاتون میام. لطفا حتما بیان، هیچ مشکلی نیست. چند لحظه صبر کنین، برم از مدیر اجازه بگیرم بیام. باشه، منتظرتون وایستم. گوشیشو قطع کرد. آخه دختره چی میخواد؟ جواب این سوالو خودت بهتر میدونی. هر کاری هم که داره میکنه مسئولیتش با خودته. به جای اینکه با اون حرف بزنی چرا داری منو نصیحت میکنی؟ همینه، مشکل همینه. با تو که حرف میزنم میگی دارم از اون طرف داری میکنم، با اون که حرف میزنم اونم همینو به هم میگه. جالبه که
من وسط شما دوتا گیر افتادم. یه بار اون، یه بار تو. شما دوتا مشکلات خودتونو دارین، ولی من دارم قصه ی هر دوتونو میخورم. کجا رفته بودی؟ دارم ازت میپرسم کجا رفته بودی؟ من دیگه تحت کنترل شما نیستم. واسه اینکه شما به ازای پرورشت منو فروختی، واسه همین حق نداری هیچ سوالی ازم بپرسی دیگه. هوری، این پدر من دیگه هیچ نسبتی با شوهر شما ندارم مامان. واسه همین بهش بگو نمیخوام حتی یک کلمه حرف بزنم. حرف نزن، ولی اگه همینطوری بدون اجازه، بدون اطلاع، بازم از خونه بخوای بری بیرون، منم دیگه هیچ وقت باهات صحبتی نمی کنم. خودم هم همینو میخوام، که دیگه با من حرف نزنی. هوری، همونقدر که باد را میام میتونم سختگیرم باشم. هر کاری دلت میخواد بکن، ولی منم دیگه هر جا دلم بخواد، هر وقت دلم بخواد پا میشم و میرم، فهمیدی؟ تا حالا برات مثل یه دوست بودم، ولی الان نشونت میدم که پدر یعنی چی. منم نشونت میدم که اگه پدر مثل تو باشی، دختر باید چه جوری باشی. از سر روم برو کنر فازل. شرمنده هم خانوم، اجازه ندارین از خونه بیرون برین. تو نمیخوای بسری برم بیرون؟ خانم جون، آقا اجازه نمیدن. دستور آقاست. ایشون چی گفتی؟ قبول نکرد با تیر بزنیش؟ باشه بهم شلیک کن. ببینین آقا خیلی عصبانی میشن خانم جون، شما بفرمایین داخل. از سر رام برو کنار. خانم جون برو کنار از سر رام. خانم جون الو، گوشیو بدین مادر جان.
بگیرش. همین الان الانم بهشون زنگ بزن و بگو تصمیمتو عوض کردی. من همچین کاری نمیکنم. اگه این کارو نکنی یادم میره که من و تو یه نسبت خونی با هم دیگه داریم. الانش هم یادت رفته، چون اگه یادت بود نمیذاشتی که من اینطوری خون گریه کنم دختر. من اشک تو در آوردم ولی تو خونه اعتماد منو ریختی بابا. به خاطر فامیلات این رابطمون از بین بردی بابا. رابطمون خیلی با ارزشه هوری، ولی خونواده از زندگی هم با ارزش داره. برای همینه که آدم برای نگه داشتن خانوادهش از زندگیش مایه میذاره. هیچ خبری از جمال نیست خانم جون، حتی روستاشون هم نرفته. خب به اون همسایهشون زنگ بزنید، همونجا که جمال زنگ میزد با مادرش حرف بزنی. خانم جون من زنگ زدم، اونم میگه جمال نرفته به روستا. اگه روستام نرفته پس کجاست؟ چند تا از دوستا و فامیلاش تو شهرهای دیگه کارگرن خانم جون، شاید اونم همونجا رفته باشه. اینطوری یهویی بدون اینکه خبر بده چجوری رفته؟ خانم جون اینکه چی تو سرش میگذشته ما خبر نداریم، آخه با ما درست حرف نمیزن. تشکر. آروم باش عزیز دلم. بیا بریم تو خونه. بیا. اینو بخور. آخه این چه حالیه که واسه خودت ساختی؟ لطفاً یه ذره. نمیخوام. تا وقتی که نفهمم جمال کجاست حالم خوب نمیشه اصلا. عزیزم گریه نکن، با این کارات خودتو نابود میکنی. باشه تو بهم بگو چی کار کنم. بگو چی کار کنم دیگه. والا من خودم هم نمیدونم. آخه اونطوری که اون نگرانت بود و همش به من زنگ میزد و حالتو ازم میپرسید، چی شد که یهو گوشیشو خاموش کرده؟ بعدم یه جوری رفته که هیچ ردی از خودش باقی نذاشته. هوری میگم نکنه یه وقت بابات جمالو. نیوشا من بابامو خوب میشناسم، ممکنه اذیت کنه واسه اینکه بترسونه یه کارایی باهاش بکنه، ولی نابودش نمیکنه اصلا. بعدشم با اون پیامی که داده بود کاملا مشخص بود که خودش رفته.
به هم نشون بده. این پیاما رو که میبینم احساس میکنم که خودش گذاشته رفته. وای هوری، نکنه یه وقت جمال حس کرده که تو دیگه نمیخوایش و واسه همین اونم تصمیمش رو عوض کرده باشه. بعدش هم بهونش این باشه که گوشیت خاموش بوده. یادت نره هوری که اون تا همون لحظه آخر دو دل بود. اصلا آماده نبود که بخواد به این سرعت مسئولیت یه ازدواج یه خانواده رو قبول کنه. تو مجبورش کردی، تو اصرار کردی. من که فکر میکنم از این فرصت استفاده و فرار کرده. مادر جان، مادر جان چی شده؟ شما حالتون خوبه؟ تو این سن چی میشه؟ فقط منتظرت نشستم، نفسای آخرمه. لطفاً اینطوری نگید. اگه اینطوری نگم مرگم عقب میفته. مادر، خواهشان شما به مادر جان بگین. ببینین چه حرفایی میزنن؟ مادر جان توه، خودت بهشون بگو. من به جز مرگ چیز دیگه ای حالیم نمیشه. البته یه آرزوی دارم اگه برآوردش کنی. شما امر کنین. من میخوام قبل از مرگم سر و سامون بگیری. مادر جان، شما که میدونین من درسم تمام نشده هنوز. پس برو درستو بخون. وقتی هم مردم گلای عروسی تو روی قبرم بریز. مادر جان، این حرفا رو نزنین. شما اول خوب بشین بعد. من زود خوب میشم. تو بگو باشه پا میشم برات غیر میدم. ای بابا مادر جان، ببخشید. الو، آره الان رسیدم. نه حالش خوب نیست. الان نمیتونم جزئیاتو بگم. باشه، ببین من الان خیلی خستم، یکم استراحت میکنم، بعدم بهت زنگ میزنم. باشه، خدافظ.
خانم جون براتون آب یا چای بیارم؟ نه هیچی نمیخوام. اینو نگاه کن. این چیه؟ کارت عروسیته. چی؟ ما قرار ازدواجت با شاهمی رو گذاشتیم. همین الانم بهشون زنگ بزن و بگو تصمیمتو عوض کردی. من همچین کاری نمیکنم. اگه این کارو نکنی یادم میره که منو تو یه نسبت خونی با هم دیگه داریم. الانش هم یادت رفته، چون اگه یادت بود نمیذاشتی که من اینطوری خون گریه کنم دختر. من اشک تو در آوردم ولی تو خونه اعتماد منو ریختی بابا. به خاطر فامیلات این رابطمون از بین بردی بابا. رابطمون خیلی با ارزشه هوری، ولی خونواده از زندگیم با ارزش داره. برای همینه که آدم برای نگه داشتن خانوادهش از زندگیش مایه میذاره. ولی تو نگذاشتی زندگیمو بفهمم، نگذاشتی این رابطمون ادامه پیدا کنی. باشه، من مشکلی با اون قضیه ندارم، فقط از این ناراحتم که تو رو همه چیه خودم میدونستم. همه چی بابا، همه چیه خودم. ولی الان دیگه چیزی ندارم، فقط یه جسم ازم مونده. اگه خواستی به هر روشی منو مجبورم کنی، اون جسمم خودم خلاصش میکنم. شهلا، شفی چی شده؟ حالت خوبه؟ خوبی؟ بابا صفورا برد و قرص آقا رو بیار. صفورا زود باش دیگه. کدوم گوری هستی؟ قرص رو بیار. حالت خوبه؟ آره، بده ببر. بخور. آره چیزی نیست. شهلا سعی کن حرفمو بفهمی. اگه فقط داری به خاطر درست این ازدواج عقب میندازی، بهتره حرف مادر جانتو گوش بدی. چطوری گوش بدم؟ من هنوز کارمو شروع نکردم. بعد بیا مسئولیت یه ازدواجم قبول کنم؟ ازدواج که مسئولیت نیست پسرم. ازدواج یه جور رابطه است، یه جور تعلقه. آدمو کامل میکنه. برای چی سخت میگیری؟ چه ربطی به سخت گیری داره؟ فقط میگم الان میخوام رو درسم تمرکز کنم، همین. خب کی جلو تو گرفته؟ رو درس تمرکز کن. هوری هم داره درس میخونه. خوبه دیگه، پس بذارین درسمونو بخونیم. چرا به خاطر یه آرزوی کوچیک دوتا زندگی رو خراب کنیم؟ شاهمیر، تو که به این ازدواج راضی هستی پسرم. آبروی مادر بزرگت به این ازدواج بسته است. اینو هم میدونی که
مادر بزرگت بیشتر از جونش، آبرو و حرفش براش مهمه. من به این چیزا کار ندارم. فقط بذارین درسمو بخونم. چند ماه دیگه امتحانام شروع میشن مامان. قبل از اون منو توی امتحان دیگه نندازین. خواهش میکنم. آره چند روز دیگه بر میگردم. نه نه الان حال مادر جان بده. شاهمیر، شاهمیر. ببین من بعدم بهت زنگ میزنم. باش خداحافظ. تو به مامان چی گفتی؟ فعلا میخوام درس بخونم. خب بفهمن ازدواج کردی از دانشگاه اخراجت میکنن؟ قضیه این نیست. پس قضیه چیه؟ درست بهم بگو ببینم. الان نمیتونم به جز درسم رو چیز دیگه ای تمرکز کنم. خودت هم میدونی که چقدر تلاش کردم تا به اینجا برسم. تو هم خوب میدونی که بابا چقدر عمو شفی رو از اول دوست داشت. آره ولی حالا مگه من گفتم نه؟ مگه جرأت داری بگی نه؟ نمیتونم به خاطر مدرک تو آبروی چند ساله خانواده رو ببرم. هوری دیگه بزرگ شده. به نظرم تو هم انگار شعور پیدا کردی که بتونی آبروی خانواده را حفظ کنی. تو داری منو بسه. تا با اون دختر ازدواج نکنی نمیشه برگردی. همین. نه داداش، نمیتونی به زور مجبورم کنی همچین تصمیمی بگیرم. چی گفتی؟ درسته که داداش بزرگمی، ولی نمیتونی بدون اجازه ازم برای کل زندگیم تصمیم بگیری. میتونم. من میتونم برای کل زندگی تصمیم بگیرم و میگیرم. خیلی خوب باشه. من حاضرم بمیرم ولی تا درسمو تموم نکردم به هیچ عنوان به این ازدواج تن نمیدم. پس منم قیصر، حال مادر جان دوباره خراب شده. بذار خراب شه. اصلا بهتره که بمیره. داداش دیگه حق نداری به من بگی داداش. هیچ نسبتی با من نداری. نه با من نه با هیچ کس دیگه ای تو این خونه. قیصر آروم حرف بزن، مادر جان داره همه ی حرفاتو میشنوه. خوبه بذار بشنوه. قسمتش نیست یه روز خوش ببینه. بذار همینطوری بشینه و نفسهای آخرشو بکشه. برو برو بهش بگو که شاهمی رو از این خونه بیرون کردم. قیصر برو همین کاری که بهت میگم رو بکن. قیصر آخه اگه نمیری خودم برم. چرا دارم میرم؟ زنده داشت. Thank you.
صبح بخیر. حالا چطوره؟ بهتری؟ هوری کجاست؟ هوری کل شب و بالا سرت نشسته بود. تازه همین چند لحظه پیش فرستادمش که تو اتاقش یکم بخوابه، ولی نه، اونجا همینطوری نشسته. میخوای چی کار کنی شفی؟ شفی نرو دیگه، یعنی بازم میخواین بحث کنی؟ الانم که حالش خوب نیست. شفی گوش میدی چی میگه؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.